اینه که طلاق بین انتخاب بد و بدتر میشه و بدترش اینه که اون بچه توی اون رابطه بمونه، بعدشونه که طلاق بگیرن. دیروز یه آقای به من زنگ زد دارن جدا میشن و برای همین مسئله هالووین بود، تریکو تریدینگ بود، و یه سوالی میکرد، نمیخوام خیلی توضیح بدم، و گفت من نمیدونم برای پسرم الان چی کار انجام بدم. و گفتم که یه چیزی من ازت میپرسم، خودت جوابش رو به خودت بده. گفتی، گفتم اگر تو خودت پسر اون پسر تو بودی توی همین سن بودی، همچین دقیقاً همچین پرابلمی شده بود برای پدر مادرت، تو خودت چی میخواستی؟ بعد یه مکس کرد، اون جوابی که قرار بود من بهش بدم خودش داد. گفتم there you go, you have your answer. اینه که سعی کنیم پدر مادرها خودمونو بذاریم در جای اون بچه و ببینیم من اون سنی که هستم، اگه 8 سالمه 6 سالمه، از پدر مادرم چی میخواستم و بعد همون کارو برای بچه خودم انجام بدم. متاسفانه من فکر میکنم خیلی موقع پدر مادرها خیلی خودخواهانه تصمیم میگیرن، خودخواهانه عمل میکنن و فقط خودشون رو میبینن و این وسط بچه ها رو زیر پاشون له و لورده میکنن و زمانی که دیگه ما بچه دار هستیم خودمون نیستیم، ما یه مسئولیتی رو دوشمون هستش که در وهله اول فقط و فقط باید به بچه‌مون فکر بکنیم، خودمون در درجه دوم قرار میگیریم. ولی خب خیلی ها به این مسئله، به این نکته توجه نمیکنن و تصمیم گیری های عجولانه، تصمیم گیری های خودخواهانه انجام میدن و این وسط جز اینکه بچه هاشون از پا در میارن و از بین میبرن هیچ کار دیگه ای نمیکنن. و بعد هم اون بچه بزرگ میشه. جالب اینجاست، اون بچه بزرگ میشه، بعد پدر مادر یه لقب تنبل، یه لقب شیطون، یه لقب ناتوان، همیشه مسئله اون بچه است، بچه ما بده، بچه ما ناخلفه، بچه ما معتاده، این لقب رو به بچه میدن. مثلا کلاینتی من داشتم 40 سالش بود، معتاد بود، میگفت من همیشه بابام به من میگفته تو بی ارزه، تو فردا پس فردا معتاد میشی، تو خیابونا باید جمع تو کنن. و همیشه هم اینو بابای من نمیدونم چرا بعد از که با مامانم دعوا میشد میمد سراغ من. آره خیلی ها توی دعواها مثلا ببخشید میگن مثلا باباش میمونه یا مثلا مادرش میمونه. خب بچه ها معمولا پسر و پدر نقطه تقلید و خودشون رو مثل پدر میکنن، دختر رو از مادر یاد میگیرن و همیشه تو این طلاق ها و تو این جدایی ها معمولا پسر راهنمای خودش رو یا اون کسی که از اون دیسیپلین میگیره از دست میده، دخترم خب مادر رو از دست میده و خب اون بچه اون وسط چی میخواد یاد بگیره یا چی میخواد بشه؟ ببینید زمانی این است که ببخشید بعد سرزنش رو به جای اینکه به خودمون بدیم به بچه ها میدیم. زمانی که پدر مادر با هم رابطهشون جلوی بچه بد هستش، بچه احترام رو برای هر دوتاشون از دست میده. بله. یعنی به یه جایی میرسه که بچه برای هیچ کدومشون احترام قائل نیست. من همیشه به پدر و مادر میگم حتی اگه یکی از این والدین مثلا مادره داره اشتباه میگه، پدره میدونه مادره داره اشتباه میگه، جلوی بچه نباید بگه، چیزی نگید، برید پشت سر بچه با هم دیگه صحبت بکنید، برای اینکه بچه شما کانفیوزتر میشه و بچه شما یواش یواش احترام شما هر دو نفرتون رو میاره پایین و به هیچ کدوم از شما دوتا دیگه حرف گوش نمی کنه. زمانی که بچه های ما تینیجر میشن حتی در جاهایی پدر مادرانشون رو منیپولیت میکنن. بله. که بتونن به اون چیزی که میخوان برسن. تینیجرن، میخوان شنبه شبا برن 4 صبح بیان. بله. و این وسط پدر مادرها رو همشون منیپولیت میکنن. حالا اگر پدر مادری آرتی رابطش بد باشه، بچه ها بیشتر میتونن منیپولیت بکنن. اگر رابطهشون یونایتد فرانت نباشه، با هم درست نباشه، احترام برای هیچ کدومشون قائل نیستن. من سالهای گذشته وقتی که پدر مادرای ایرانی به خصوص توی آفیس هم میومدن، میگفتم یکی از بهترین راه هایی که شما میتونین در رابطه به تربیت فرزندانتون یاد بگیرین، برین این شوهای بیل کازبی رو ببینین. شوهای قدیمی بود، نمیدونم اگه یادتون باشه. خانواده بزرگی بودن و ایشون سایکیاتریست بود، خانمش اترنی بود و واقعا ایشوهای everyday life functioning رو اونجا داشتن با بچه هاشون. یا Seven Heaven، اونم یه چیز دیگه بود که من میگفتم این شعار رو نگاه بکنین، دوتا برنامه خیلی جالب و آموزنده بودن که میدیدن در خانواده‌ای که بچه ها زیاده میتونستن واقعا یاد بگیرن. این دوتا پدر مادر
در اکثر اپیزودا بچه ها ایشوهای زیادی داشتن، ولی همیشه میشستن با هم صحبت میکردن، تصمیمشون رو تنهایی نمیرفتن به بچه بگن، میرفتن با هم یک رابطه سالمی داشتن، صحبتاشون رو میکردن، بعد میامدن به بچه ها میگفتن. بله دقیقا درستش هم همونه. من فکر میکنم خب ما متاسفانه به پایان وقتمون رسیدیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه استفاده کرده باشین. مرسی از اینکه تشریف آوردین با وقت کمتون. میدونم سعادت منه که گرفتار هستین، ولی باعث خوشحالی منه، خوشبختی منه که دعوت منو همیشه قبول میکنین و منو همراهی میکنین. مرسی از شما که تا این لحظه به برنامه توجه کردین، از آرای نازنین که زحمت برنامه رو میکشه همیشه پشت صحنه، و دیگر عزیزان تشکر میکنم. و هفته آینده ما باز هم در کنار خانم دکتر اولی ساقیان هستیم در خدمتتون. این برنامه در امریکا چهارشنبه ها ساعت 11 صبح و 11 شب تکرارش پخش میشه و به طور مستقیم سه شنبه ها برای خارج از امریکا، ایران، اروپا یا جاهای دیگه پخش میشه ساعت 9 صبح 9 روز به وقت لس آنجلس. امیدواریم که هر جا هستین سلامت باشین و موفق و پیروز. تا هفته آینده همه شما عزیزان به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.